پزشک عمومی یا جی پی. رامش با تب شدید و سردرد از خواب بیدار شد. او از وقتی که به استرالیا آمده است به دکتر مراجعه نکرده است. او از آقای دیپاک دوستش که 2 سال است در استرالیا زندگی می کند کمک خواست. دیپاک به رامش گفت که به درمانگاه محل زنگ بزند و درخواست وقت ملاقات از پزشک بنماید و درخواست مترجم نیز بنماید. رامش به دیپاک گفت که او می‌خواهد به بیمارستان و نزد شخصی برود که دکتر است، نه مثل کشور خودش که گاهی افرادی که در درمانگاه کار می‌کنند دانش پزشکی کافی و مدرک پزشکی ندارند، مثل تزریقاتچی‌ها. دیپاک به رامش گفت که در استرالیا کسانی که به عنوان دکتر و یا پزشک مشغول به کار هستند باید مدرک بالایی در رشته خود داشته باشند. دیپاک به رامش گفت که پزشک عمومی اولین شخصی است که هنگام ناخوشی باید ملاقات کنید. رامش از پزشک عمومی وقت ملاقات گرفت و درخواست مترجم نیز نمود. وقتی که او به درمانگاه رفت، خود را به منشی معرفی کرد و از او خواسته شد که در محل انتظار منتظر بماند تا اسمش را صدا کنند. بعد از مدتی انتظار، پزشک عمومی نام او را صدا زد و او و مترجمی که برای ترجمه آمده بود را به اتاق خود راهنمایی نمود. پزشک عمومی از رامش سوالات زیادی پرسید. وضعیت دمای بدن او و نبض و به گلوی او نگاه کرد و فشار خونش را گرفت. پزشک عمومی از رامش خواست که آزمایش خون بدهد. پزشک عمومی به او کاغذی داد و او را راهنمایی کرد که برای آزمایش خون کجا باید برود. پزشک عمومی از رامش خواست که وقت ملاقات دیگری بگیرد تا او بتواند آزمایشات کاملی از رامش بگیرد و جواب آزمایش خون او را به او بگوید. رامش برای آزمایش خون به درمانگاه دیگری رفت و به او گفته شد که جواب آزمایشات او به پزشک عمومی معالج فرستاده می شود. بنا به قانون استرالیا، دکتر معالج و یا پزشک عمومی و مترجم شما حق این را ندارد که در مورد شما با هیچ کس و جایی مشورت کند، مگر اینکه شما این اجازه را به او داده باشید. بعضی مواقع پزشک عمومی شما می خواهد از شما خون بگیرد. خونی که از شما گرفته می شود فقط برای درمان شماست. بعضی مواقع پزشک عمومی از شما می خواهد که عکس برداری کنید. اگر شما مایل به دیدار و ملاقات با دکتر و یا پزشک عمومی مرد نیستید، می توانید در هنگام گرفتن وقت ملاقات تقاضای پزشک عمومی زن بنمایید. اگر شما پزشک عمومی خود را عوض کردید، به دکتر خود بگویید که پرونده پزشکی شما را برای پزشک عمومی جدید بفرستد. این به پزشک عمومی جدید کمک می کند که برای درمان درد شما اطلاعات قبلی را داشته باشد. همیشه مشخصات پزشک عمومی خود را همراه داشته باشید. اگر سوالی دارید و یا به کمک درباره مسائل سلامتیتان احتیاج دارید، به مرکز بهداشت عمومی محلتان و یا مطب پزشکی تماس بگیرید. در هنگام اضطراری لطفاً به آمبولانس با شماره 330 تماس بگیرید. اگر احتیاج دارید، درخواست مترجم نمایید. سالم زیستن. زندگی سالم با خوردن سالم از خانه شروع می شود. همیشه در رژیم غذاییتان میوه، سبزیجات و آب بخورید. در استرالیا نوشیدن آب از شیر و آب امن و بی خطر است. از خوردن غذا و نوشیدن نوشابه که چربی و شکر دارند پرهیز کنید، زیرا باعث اضافه وزن می شوند که سبب بسیاری امراض مانند مرض قند و فشار خون می گردد. فرزندان شما رژیم غذایی سالمی نیاز دارند تا زندگی سالمی داشته باشند. نوشابه و آب میوه در شیشه شیر بچه نریزید. بر دندانهایشان و وزنشان تأثیر می گذارد. دادن شیر مادر بهترین راه است برای نوزادان. اما اگر مجبور بشوید که از شیر خشک استفاده کنید، باید طبق دستور نوشته شده عمل کنید. خیلی مهم است که فعال باشید و هر روز تمرین بدنی داشته باشید. مقداری نور خورشید برای دریافت ویتامین دی مهم است. به استخوان‌های شما کمک می‌کند که قوی بمانند.
فرزندانتان را در فعالیت بدنی شرکت دهید. آنها را تشویق کنید که ورزش هایی که در استرالیا محبوب هستند بازی کنند. خیلی مهم است که به همراه نهار فرزندانتان یک عدد میوه و یک ساندویچ که مخلفات سالمی دارد باشد. همچنین آنها را تشویق کنید که آب بنوشند. وسایل شخصیتان مانند مسواک دندان و حوله را با هیچ کس دیگری مشترکاً استفاده نکنید. همیشه در یاد داشته باشید که قبل از تهیه و یا خوردن غذا دستهایتان را بشویید و خشک کنید و همچنین بعد از توالت رفتن. بچه هایتان را تشویق کنید تا به این عادت کنند. وقتی که سرفه و یا عطسه می کنید، جلوی دهانتان را بگیرید. در محل عام تف نکنید. این چیزی است که در فرهنگ استرالیا قابل قبول نیست. خیلی مهم است که معاینه مستمر داشته باشید. اگر شما زن هستید و از لحاظ جنسی فعال هستید، باید هر دو سال یک بار آزمایش پاپ اسمیر انجام دهید. اگر شما زن هستید و بالای 40 سال هستید، باید هر دو سال یک بار آزمایش پستان انجام دهید. اگر شما مرد هستید و بالای 40 سال هستید، باید هر دو سال یک بار آزمایش پروستات انجام دهید. اگر شما از لحاظ جنسی فعال هستید و بیشتر از یک همسر دارید، باید از کاندوم که در تمامی داروخانه ها و مغازه های بزرگ وجود دارد استفاده کنید. اگر درباره امراض جنسی نگران هستید، با دکترتان و یا پرستار مرکز بهداشت عمومی صحبت کنید. همیشه با هم صحبت کنید. اگر شما و همسرتان و یا افراد دیگر خانواده جر و بحث زیادی می کنید، خدماتی مانند Community Health Centers or Relationship Australia وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند. اگر سوالی دارید و یا کمک برای احتیاجات سلامتیتان نیاز دارید، به مرکز بهداشت عمومی و یا مطب محلیتان تماس بگیرید. در هنگام اضطراری لطفاً به آمبولانس با گرفتن 330 تماس بگیرید. واکسیناسیون. ریتا خیلی خوشحال است که دختری سالم در بیمارستان به دنیا آورده. هنگام ترک بیمارستان پرستار درباره واکسن نوزاد با او صحبت می کند و به او یک کتاب آبی می دهد که ریتا باید همیشه این کتاب را با خود نگه دارد. بعد از 4 روز در خانه ماندن با نوزاد، پرستار بهداشت او را ویزیت کرده و ریتا و نوزاد را معاینه می کند. هر دو خوبند و او کتاب آبی را می بیند. پرستار توضیح می دهد که تمام بچه هایی که در استرالیا متولد می شوند باید یک سری آمپول که واکسن نامیده می شود بزنند. این آمپول ها از بعضی مریضی های جدی مثل سرخک و بیماری فلج اطفال جلوگیری می کند. پرستار به او می گوید که نوزادش باید تمام آمپول ها را بزند و او باید کتاب آبیش را هر وقت برای آمپول نوزاد می رود با خودش ببرد، چون که در کتاب آبی نوشته می شود. وقتی که نوزاد ریتا 2 هفته شد، او را پیش پرستار سلامتی بچه ها برد که مرتباً معاینه شود. پرستار نوزاد را وزن و اندازه می گیرد و از او سوال می کند که نوزاد چه کار می کند و چگونه به سر می برد. پرستار به ریتا توضیح می دهد که به عنوان والدین اختیار دارد که نوزادش را واکسن کند یا نه. پرستار به ریتا یک کاغذ می دهد که مشخصات امکان واکسن نزدیک خانهش در آن نوشته شده است و به او یادآوری می کند که کتاب آبی را با خودش ببرد. پرستار همچنین توضیح می دهد که خیلی مهم است که آنها بچه های دیگرشان را نیز که در استرالیا به دنیا نیامده اند با خودش به دکتر عمومی و یا جلسه شورای محل و یا مرکز بهداشت عمومی برای واکسن زدن ببرد. ریتا و شوهرش همچنین باید واکسن بزنند. ریتا بچه های بزرگترش را به مرکز بهداشت عمومی می برد و می خواهد که به آنها واکسن زده شود. به او و همسرش همچنین واکسن می زنند. حتی اگر شما در کشور قبلیتان واکسن زده باشید، احتیاج به معاینه دارید و اگر احتیاج باشد، باید واکسن بزنید. مطمئن شوید که کتاب آبی را با خودتان میبرید هنگامی که نوزاد را برای واکسن میبرید. خیلی مهم است که تمام سوابق واکسن را در جای امنی نگه دارید. بعضی وقتها فرزندتان شاید احساس خوبی نکند.
این وضعیت زیاد طول نمی کشد. اگر شما نگران هستید با پرستار و یا داروخانه محلی مشورت کنید. اگر شما در خارج از استرالیا متولد شده اید، با دکتر عمومی محلیتان درباره واکسن صحبت کنید. اگر شما به خارج از کشور می روید، با دکترتان درباره واکسن سفر برای تمامی خانوادتان صحبت کنید. اگر شما سوالی دارید و یا به کمک درباره مسائل سلامتیتان احتیاج دارید، به مرکز بهداشت عمومی محلتان و یا مطب پزشک تماس بگیرید. در هنگام اضطراری لطفاً به آمبولانس به شماره 30 تلفن کنید. اگر احتیاج دارید مترجم بخواهید. سلامتی روحی. مادر 3 سال پیش به عنوان پناهنده به استرالیا آمد. هنگام ورودش خدمات زیادی به او عرضه شد. مادر در کشورش معلم بود و می‌خواست که در استرالیا هم معلم شود. اما او هنوز انگلیسی یاد می‌گیرد. برایش مشکل است که کار معلمی بگیرد. بنابراین او بیشتر و بیشتر احساس نارضایتی می‌کند. زندگیش هر روز دشوارتر می‌شود. حسن، بهترین دوست مادر، متوجه می‌شود که او چقدر غمگین است و با او درباره افرادی که او می‌تواند کمک بگیرد صحبت می‌کند. مادور به حسن میگوید که او نمیخواهد با کسی در این باره صحبت کند، چون که او از ضعیف بودنش احساس شرمندگی میکند. حسن به مادور میگوید که جای شرمندگی نیست. غمگین بودن و احساس برنیامدن از پس مسائل روزانه ضعیفی نیست. او به مادور میگوید که از هر 4 نفر 1 نفر در استرالیا چنین مسائلی دارند و او میتواند کمک بگیرد و بهتر شود. مادور به مرکز بهداشتی محله زنگ می زند. او می خواهد که با خدمات مشاور یا کانسلر صحبت کند. مادور با تام درباره مشکلاتش صحبت می کند. او به تام اجازه می دهد که با دکترش صحبت کند تا بتوانند با هم همکاری کنند تا به مادور کمک کنند. مادور هر چند هفته 1 بار تام را می بیند تا با او مشورت و درد دل کند و همچنین قرص ضد نگرانی که توسط دکترش پیشنهاد شده می خورد. با کمک مشاوره و درمان او احساس بهتری می کند و دوباره از زندگیش لذت می برد. سلامتی روحی را شوخی نگیرید. سلامتی روحی یک مسئله جدی است. اگر اکثر اوقات احساس غم می کنید و نمی توانید با مسائل روزانه بسازید، همیشه با دکترتان یا کانسلر و یا پرستار مرکز بهداشت صحبت کنید. خدمات و بیمارستان‌های وجود دارند که شما می توانید به آنجا بروید تا کمک بگیرید و خیلی از این خدمات رایگان هستند. اگر شما درباره سلامتی روحی کسی نگران هستید و فکر می کنید که نیاز فوری به کمک دارد، به بیمارستان محلیتان زنگ بزنید یا یک روانشناس یا گروه CATT صحبت کنید. اگر سوالی دارید و یا به کمک درباره مسائل سلامتیتان احتیاج دارید، به مرکز بهداشتی محلتان و یا مطب پزشکی تماس بگیرید. در هنگام اضطراری لطفاً به آمبولانس به شماره 30 زنگ بزنید. اگر احتیاج دارید مترجم بخواهید.